رفتیم، اون خونه و زندگی و باغ و کشت و کار مصادره شده این خانواده پرتلاش بهایی رو دیدیم، حالا اومدیم بین راه نشستیم یه چایی بخوریم. من احساسم اینه آیه ناشری، کاری که با شما کردن دقیقا شبیه کاری که داعش میکنه. داعش مگه چه کار میکرد؟ میامد اصل موضوع رو زیر سوال میبرد، میگفت آقا شما چون کافری پس صاحب هیچی نیستی. من فکر میکنم با شما مثل داعش رفتار کردن. غیر از اینم نیست، فقط صرف نظر از این که ما همه چی رو با مظلومیت تحمل کردیم و اینجا رو رها کردیم و رفتیم، ولی اگه یکی بود مثل خودشون بود داعشی میشد. به قول یکی از دوستانم میگفت اگر هر کی دیگه جای شما بود داعش میشد، هر کاری از دستش برمیومد اینجا میکرد، وای میستاد، حق خالی نمیکرد اینجا رو، حق خودش رو میگرفت و اینجا رو رها نمیکرد. ولی ما مظلومانه مطیع امر دولت شدیم و اینجا رو با این همه زحمت و مشقت و بدبختی که کشیدیم رها کردیم و در اختیارشون گذاشتیم و به خاطر اعتقاداتی که داشتیم رها کردیم هر چی که داشتیم و نداشتیم و رفتیم به سوی خودمون. شما بهائی‌ها در طول تاریخ همین جور بوده، سیلی خوردید ولی سیلی نزدید، کتک خوردید کتک نزدید، کشته شدید ولی نکشتید، هیچ وقت از شما خشونتی ندیدید. من اطمینان دارم این مظلومیت این پدر، مظلومیت تک تک شما که در کنار این پدر این همه زحمت رو متحمل شدید، یک روزی به یک شکلی آسیبش به این نظام برخواهد خورد. نمیشه همینجوری شما ظلم بکنی بری جلو و انتظار داشته باشی بقای تو تضمین بشه. من در دستهای پدر شما یک عمر رفته میبینم، اما این عمر هدر نشد، خرج آینده این سرزمین میشه. ما حتما در آینده شاهد روزهای خوبی میشیم که این زحمتهای شما و شقاوتهایی که بر شما باریده نتیجهی خواهد بود برای اون روزهای خوب. امیدوارم. آقای ناشری، شما بهایی هستی و بعد توی این مملکت 8 سال جنگ شد، شما چی کار میکردید؟ یاد ایام جنگ افتادم یه دفعه. عرضم بزرگ مبارکتون، من 28 ماه توی خط مقدم جبهه تاج عمران مشغول خدمت بودم. کارم هم سخت‌ترین کاری بود که توی منطقه جنگی وجود داره، مین و تخریب. تمام عملیات ها قبل از عملیات، قبل از شروع عملیات کار ما آغاز می شد، معبر باز می کردیم، چه معبر دشمن و چه معابر خودمون رو. بعد از عملیات هم معبر می بستیم، هم جلوی معبر دشمن و هم معبر خودمون رو، که شاید حدود 20 تا از دوستانم، بهترین دوستانم که همیشه جلو چشم هست، هیچ وقت فراموش نمی کنم، جلو چشم رفتن رومین تیکه تیکه شدن، پرپر شدن. من رفتم شهرستان قروه، اونجا رفتم قبرستان، یه قبرستانی بود به اسم لعنت آباد تو شهرستان قروه، بله، که اعدامی های خلخالی و چیز اونجا دفن شده بودن و بهایی ها. یک سنگ قبری بود، یک جوان بهایی توی جبهه شهید شده بود، بعد مادر این به بنیاد شهید نوشته بود که یک سنگ قبری برای این بچه ما شما بفرستید. بنیاد شهید برای این مادر نوشته بود که شما چون از فرقه زاله بهائیت هستید و فرزند شما اگرچه توی جبهه کشته شده اما چیزی به شما تعلق نمیگیره. ما عرضم بزرگ شما که من زمان جنگ نه تنها من، دو تا دیگه از عقبیام، ایشون و ایرج، این دو تا هم توی منطقه جنگی بودن. کل خدمت شما دو تا، من چون در این باره از شدیدترین موقعیت جنگ بود 6 ماه اضافه خدمت بودم که بودم توی منطقه بودم. تو جبهه توی این مدتی که منطقه بودید آسیب هم دیدی؟ بله، من 2 بار مجروح شدم تو جبهه آجام بر اثر یه دفعه شدی که توپ بود که کنارم بود و از یه صخره‌ای که حدوداً 167 متر بود گویا من
خودم که از روش رفته بودم، ولی دوستانم میگفتن 167 متر و یه صخره خیلی بلند که بل خورده بودم تا پایین اومده بودم، جراحت خیلی زیادی برداشته بودم که 48 بیهوش بودم. از اونجا انتقال داده شد به بیمارستان پیرانشهر، از پیرانشهر من آوردم بیمارستان ارومیه و از اونجا آوردنم بیمارستان 504 ارتش تهران. بعد کارت جانبازی چی؟ یعنی آسیبم دیدین؟ بله بله، من هم موج گرفت، موج دوبار منو گرفته، هم شیمیایی شدم، الان 3 بار تا الان معدم رو به خاطر شیمیایی شدن عمل کردم. هر چند سال یه بار داخل معدم یه مشکلاتی به وجود میاد، پولیپایی میزنه که به خاطر همون شیمیایی شدن جراحی میکنم، بعد از چند سال دوباره تکرار میشه. الان مزد شما رو هم ستاد اجرایی فرمان امام، اتفاقا این مسائل رو من مطرح کردم اون زمانی که اومده بودن ما رو اینجا تخلیه بکنن، گفتن خب به خاطر میهن رفتید وظیفتون انجام دادید. گفتم آیا شما هم دارید وظیفه الان انجام میدید؟ حق ما اینه، ما جلوی دشمن ایستادیم که به میهنمون، به وطنمون، به ناموسمون تجاوز نکنه، ولی شما دارید ما رو از وطن خودمون بیرون میکنید.